سلام دوستان گرامی و نهایت عزیز، امروز در ارتباط با خبر جدید که از طرف نهاد افغان اویکویشن در سایتش به نشر رسیدم و اینکه در ارتباط با دارندگان کیسای پی 1 و پی 2 چی موضوعات جدید است بحث خواهیم داشت. از شما عزیزان دعوت می‌نماییم تا پایین ویدیو با ما باشید. در سلاید 23 این گزارش در مورد روند پروسس کیسای پی 1 و پی 2 معلومات دادند که کیسای پی 1 و پی 2 وقت از جانب نهادهای مربوطه چون UNHCR, AOR, RIF و غیره ریفر می شوند، مرحله بعدیش انترویو از طرف دفتر آرسی است. دفتر آرسی معلومات اولیه را جمع آوری نموده به نهاد USCIS ارسال می دارد. مرحله بعدی سکیوریتی چک یا همو چک امنیتی است که تمام اعضای خانواده این چک امنیتی را سپری می کنند و تعقیب چک امنیتی انترویو با آفیسر USCIS می باشد. در این مصاحبه مهم و سرنوشت ساز، آفیسر USCIS تصمیم می گیرد که شما واجد شرایط اسکان مجدد به ایالات متحده هستین یا خیر و از شما در این مرحله نشان انگشتتان گرفته می شود. اگر هیچ مشکل نداشته باشین مستقیم به مدیکال سوق داده می شود و بعد از گرفتن آموزش های کلتوری یا مو کلچرال اورینتیشن یک اطمینانیه نهایی گرفته می شود و شما به پرواز سوق داده می شود. ولی اگر بعد از انترویو USCIS شما آفیسر شما را واجد شرایط اسکان مجدد ندانست، کیس شما به مرکز عمومی USCIS جهت بررسی ارسال می گردد و زمان نیاز دارد تا کیس شما بیشتر تعقیب گردد. در این صورت کیس شما یا به صورت کلی رد می گردد و یا اینکه از طرف مرکز عمومی USCIS تایید می گردد و به چه قیمتی سوق داده می شود و با تعقیب آن مدیکال و صنف کلتوری را حفظ نموده به پرواز آماده می شود. دوستای عزیز، اگر خدای نخواسته کسی یکی از هموطنان بنابر هر دلیل رد شود، در مدت زمان 90 روز می توانند یک درخواستی تجدید نظر ترج کنند تا کیسشان دوباره تجدید نظر شود. دوستان عزیز و هموطنان گرامی، ما نهایت تلاش خود را می کنیم تا خبرهای موثق در ارتباط با کیس های پی 1 و پی 2 را از منابع معتبر جمع آوری نموده و خدمت شما عزیزان به دست نشر بسپاریم. اگر تا به هنوز چینل ما را سابسکرایب نکردید، لطفا حمایت کنید، ما شدیدا به حمایت شما نیازمندیم. در سلاید 24 این گزارش گفته شده که کیس های پی 1 با آن هدف آنها داده شده که از طرف اراکین بلندپایه ایالات متحده آمریکا شناخته شده بودند و یا اینکه با سفارتخانه آمریکا در افغانستان به نحوی در ارتباط بودند. از جمله افغان هایی که واجد شرایط کیس پی 2 نبودند ولی با سفارت آمریکا شناخته شده بودند، چهره های شناخته شده و مشهور افغانستان جهت معرفی به کیس پی 1، اراکین بلندپایه دولت آمریکا باید شخص مورد نظر را بشناسد و قبل از ارجاع نیاز به تایید از طرف مقامات ارشد مربوطه می داشته باشد. در ارتباط به کیسای پی 2 معلومات داده است که کیسای پی 2 به کارمندان نمایندگی های دولت آمریکا، نهادهایی که از طرف دولت آمریکا فند دریافت می کردند، رسانه های آمریکایی که مقر اصلیشان در ایالات متحده آمریکا باشد و آن حد ترجمانانی که میاد یک سال را جهت واجد شرایط شدن ایسای وی پوره نکرده باشند نیز به پی 2 راجع گردیدند. بدین قسمت ذکر کردند که نامگذاری پناهندگان زیر عنوان پی 1 و پی 2 کدام کاتگوری ویزا نیست. اینها فقط به سیستم یوسرپ جهت پردازش کیسای شان زیر این کاتگوری معرفی شدند. افغانها باید توسط یک نهاد یا شخص سیومی معرفی شوند و جهت پروسه کیسایشان به کشور سیومی بروند تا کیسایشان به پیش برود. کیسداران محترمی که در داخل افغانستان هستین، لطفا وارخطا نشوید. پروسه کیسای شما از داخل افغانستان صورت میگیرد. اگر شما تا به هنوز انترویو را سپری نکردین، به زودی شما از طرف آرسی اردن زنگ دریافت میکنین و مسئولیت انتقال شما را تیم کیر به عهده دارد. لطفا صبور باشین. و در این قسمت نهایی یک نوت به آن دست کیسداران پی 1 و پی 2 که در پاکستان هستند نوشته شده که شروع شدن پروسه کیس های پی 1 و پی 2 را به صورت اندک تایید میکنند و از موجودیت مشکلات دیپلماتیک قابل توجهی میان دولت پاکستان و آمریکا یادآوری کردند و گفتند که وزارت خارجه آمریکا تلاش دارد تا با مذاکرات دولت پاکستان را وادار نماید تا اینکه مرکز اسکان مجدد یا همو RSC در پاکستان به فعالیت آغاز نماید تا کیس های پناهجویان افغان در آن مرکز پروسس شود. و الا با شدن مرکز اسکان مجدد در پاکستان جهت بررسی کیسا، تمامی کیسداران پی 1 و پی 2 تا مدت زمان نامعین باید تامین احتیاجات معیشتی خود را خودشان به دوش بکشند. در اخیر می خواهم در ارتباط خبری که گویا از طرف افغانستان اینترنشنال به نشر رسیده که همه کیس های پی 1 و پی 2 از طرف دولت آمریکا لغو گردیده بگویم که این یک شایعه است. در هیچ سفیر رسمی این خبر تایید نشده. حتی شما این خبر را در سایت خبری افغانستان اینترنشنال نیز دریافت نمی توانید. دوستان عزیز، اگر می خواهید از اخبار نادرست و شایعات دور باشید، لطفا به چینل ما را سابسکرایب نمایید تا دخترین اخبار مهاجرتی کیس های پی 1 و پی 2 را از موثق ترین منابع خدمت شما تهیه نماییم. روزگار خوب و خوش به شما عزیزان آرزو داریم. تا خبر جدید دیگر شما را به الله یکتا و بی‌نیاز می سپاریم. الله نگهدار.